ایران میتونه نیازمندی‌های های منطقه و حتی نیازمندی‌های های جهان رو در برخی از موارد ارزانتر و راحتتر تأمین کنه و این نکته بسیار مهمی هست خاطر قابلیت های بسیار بزرگی که کشور ما داره و به همدلله امروز در سایه اندیشمندان ما، دانشمندان ما، دانشگاهیان ما کاری که دانشگاه ما داره انجام میده به حال این همه مهندسینی که دارن تربیت میشن از دانشگاه ها میان یه سرمایه بسیار بزرگه سرمایه انسانی بسیار اهمیت داره ما اگر میخواییم در صنعت دارای یک جهش و شتاب مناسب باشیم خب نیازمند به ارکانش هستیم شتاب در صنعت رکنش اول سرمایه است اگر سرمایه نباشه کاری نمیشه کرد به هر سرمایه هم هم سرمایه داخلی ما نیاز داریم و هم سرمایه خارجی الان ما امروز دیدیم یک تر افتتاح شد که با سرمایه خارجی افتتاح شد تازه اون طرح لردگان هم بخش بزرگش از اعتبارات خارجی استفاده شد پس سرمایه خارجی و سرمایه داخلی در کنار هم ما پروژه های عظیم و بزرگی داریم که اگر سرمایه خارجی در کنار سرمایه داخلی قرار بگیره اون وقت ما میتونیم تحولات بسیار بزرگی رو در صنعت و در سایر و امور در خدمات در کشاورزی در سایر و امور مشاهد باشیم نکته دوم برای جهش تولید مواد اولیه است خوشبختانه در بسیاری از این موارد مخصوصا در بخش پتروشیمی ما مواد اولیه در اختیار ما هست گاز در اختیار ما هست و این خیلی مهمه حالا شما بخوای از جای دیگه این مواد اولیه رو بیاری معلوم نیست اصلا به صرفه باشه معلوم نیست اصلا اقتصادی باشه به همدلله در بسیاری از موارد حالا در صنعت پتروشیمی در صنعت نفت در صنعت گاز در صنعت فولاد در صنعت مس آلومینیوم خیلی از صنایع بزرگ کشور ما مواد اولیش در اختیار ماست در داخل کشور و این یکی از نکات بسیار مهمه مسئله سوم برای جهش تولید تکنولوژیه تکنولوژی که نباشه خب حد اقل استفاده میشه برد با قیمت گرون و گاهی غیر رقابتی یعنی گاه یه چیزی تولید میکنیم با دنیا نمیتونیم رقابت کنیم ما در تولید باید بتونیم با جهان در حال رقابت باشیم محصولاتمون رو صادر بکنیم و این تکنولوژی میخواد تکنولوژی هم باید داخلی باشه هم باید خارجی داخلی الحمدلله شرکت های دانش ما پیشرفت بسیار خوبی در همه زمینه ها دارن از تکنولوژی خارجی هم ما همیشه استفاده کردیم باز هم استفاده میکنیم الحمدلله هیچ وقت آمریکا و دشمنان ما نتونستن مانشن ما در جایی که خواستیم تکنولوژی رو آوردیم در داخل حالا البته این تحریم و فشارا یک گای گرونتر ارزونتره بلا اصلش به حال کسی نمیتونه مانع ورود تکنولوژی به کشور بشه این کار هم شد پایه چهارم بازاره شما اگه بخواید چیزی تولید کنی باید تقاضا باشه باید بازار باشه حالا بازارگاهی در داخله، خب بازار داخلی ما هست یک بخش بزرگ بازار بیرونه به هر حال این همه میلیاردها جمعیت در بیرون هست ما که نمیتونیم به 80 میلیون داخل کشور نگاه کنیم ما باید طرها و پروژه‌ای باشه که صادر کنیم به یک کشوری که جمعیتش مثلا یک میلیارد و سیصد یک میلیارد چهارصده. یعنی ما میلیاردها جمعیت و بازارهای متنوع رو باید ببینیم و اینجاست که میتونه تعامل سازنده ما تأثیر گذار باشه البته تعامل سازنده در کنار قدرت ملی مفیده یک کشور اگه ضعیف باشه تعامل سازنده یعنی چی؟ چیکار چی کنه؟ در تعامل سازنده ای باید التماس کنه این تعامل سازنده نیست التماس تعامل سازنده نیست تعامل سازنده یعنی قدرت ملی ما در یک جایگاهی قرار بگیره اونا به ما نیازمندن ما هم علاقه مندیم که با اونها تجارت داشته باشیم تعامل داشته باشیم بخریم بفروشیم و به همدلله این چهار اصل امروز در کشور ما وجود داره و ملت ما در یک مسیر صحیح و درستی قرار گرفته کسی هم نمیتونه از افکار عمومی ملت فاصله بگیره